صبحونه که نخوردین، شاید اینو با قهوتون بخورین. چرا سالنو جمع نکردین؟ ببخشید دیشب از بس ترسیدم نتونستم کاری کنم، الان جمعش میکنم. همه چی رو به روشه، جشن بهتری میگیریم. مهم اینه که حال بچه ها خوبه، بیخیال. زندگیم، میخوای چیزی بخوری؟ قند خونت نرمال بشه؟ نمیخوام. هممون خیلی خسته شدیم، باید راحت استراحت کنیم. من میخوام بخوابم. آه، منم همینطور. من میرم نازو ببینم. چرا دخترم؟ تازه پیشت بود. هیچ کدومتون خبر ندارین. دیشب کم مونده بود بچه ناز سخت بشه. چی؟ ولم کن جمیله. گفتم وایسا. گفتم ولم کن. گفتم وایسا چی کار میکنی؟ ولم کن جمیله. میگم باتم سب کن. نتونستم جلوشو بگیرم. مشکلی نیست. مشکلی نیست؟ من بهت بگم مشکل چیه آقا عاطف. مبرا به اتاق کارم بیا. ولم کن. شما چه جور آدم هایین؟ ها؟ نابود کردن زندگی آدم ها اینقدر براتون راحته؟ مخصوصا برا تو. چی شده مبرا؟ خبر نداری بابا چه کارایی کرده؟ نشنیدی؟ چی شد؟ اینطوری به نفته مبرا. خیر باشه، چرا داد میزنی ها؟ بگو دیگه. به من پول دادی تا سکوت کنم، پس چرا همه چیو به بابام گفتی؟ بگو چی شده؟ یکی چی گفته؟ فیلیس خانوم همه چیو به بابام گفته. نه بابا دیگه چی؟ اگه بابام الان تو زندونه همتون مقصری. خدا میدونه چطوری به بابام دنده دادی. بابام کم مونده بود به خاطر شما قاتل بشه، تقصیر همتونه. در این حد دیگه زیاده روی نمی کنی فلیز. همه زحماتی که براتون کشیدم حرومتون باشه، به خودتون افتخار میکنی. این کارایی که میکنین بی شرفیه. الو عفیفه، خوبی؟ داری گریه میکنی؟ نه ولشون، تو این شرط حال آدم چطور؟ باشه خوب، چی شده؟ به خاطر مبرا ناراحت شدم. این همه سال به خاطر غم خودم ندیدم دخترمو چقدر عذاب میدم زیا. از دستم خیلی عصبی و ناراحته، حقم داره. کجای یه ماشین بفرستم دنبالت؟ ممنون، میرم با عثمان صحبت کنم. خب باشه، پس منم بیام. کجایی؟ کجایی الان؟ تو رو که ببینه بیشتر دیوونه میشه زیا. تو زندون نمیتونه به هم آسیبی بزنه. از وکیل خواهش کردم برام وقت ملاقات بگیره. گفت ببینم میتونم برات بگیرم یا نه، اگه کمک کنی ملاقاتش کنم خوشحال میشه. خیلی خب، حلش میکنیم، بعدم بهت زنگ میزن. باز داشتی با اون زن صحبت میکردی؟ بله. چیه؟ تام همش دنبال یه بهونه میگردی فکر کنم. زیا بهت حسودیم شد، فهمیدی؟ چون حسودی کردم خواستم تو هم به من حسودی کنی، باشه؟ میری؟ دخترم مشکل تو چیه ها؟ بگو مشکل چیه؟ چه ربطی به مشکل من داره؟ زن زندگیمونو زیر و رو کرده. تو هیچی بهش نمیگی. عفیفه عفیفه میگی، دنبالش رو افتادی. ممکن بود امروز مراسم عزای دخترت باشه، یا مراسم عزای اینجیلا، یا مته. کم مونده بود باعث یه فاجعه بشی، هنوزم مثل وکیل از خودت دفاع میکنی؟ من باعث این فاجعه نیستم. اون دختره، اون زن باعث این فاجعه است. اونا باید خجالت بکشن، ولی تو اونا رو آوردی پشت میز و منو داری سیمجین میکنی. دست پیشو گرفتی پس نیفتی. ببین منو، این همه سال رو دست بلند نکردم، نخوا کلام بزنمت، فهمیدی؟ چرا؟ چون حقیقتو میگم. همون دو دقیقه قبل بهت نگفتم بچه نازی خطر جدی و در پیش داره، فهمیدی؟ چی داری میگی؟ به خاطر اون تمکار تویی.
چرا در کیسه رو برای اون شل کردی؟ فقط برای اینکه انجیلا جز وارثین نشه، مگه نه؟ ولی من اسمش رو میارم تو شناسنامم، فهمیدی؟ اون پول ماست. من به خاطر خوشبختی این خانواده هر جا که دلم بخواد پولمو خرج میکنم. نمیتونی انجیلا رو وارث بکنی. گفته باشم. بهرو چی کار داری میکنی؟ چرا حرف نمیزنی ها؟ اینجا هیچی نمیگی، پشت سر فقط حرف میزنی؟ نه چرا تنهایی دارم میجنگم؟ بگو دیگه ها؟ شما همدستین دیگه نه؟ نه بابا، داریم عدالت رو رعایت میکنیم، فقط همین. عمرمو پای شرکت خونوادگی گذاشتم، شب و روزمو یکی کردم تا به اینجا برسه. ای کاش به جای مت اینجیلا گلوله میخورد از زندگیمون گم میشدم میرفت. متاسفم برات، متاسفم. کسی که اینو تو رو خودم میگه بعد من چه بلاهایی که سر اون دختره نمیاره. من نمیذارم اون دختر رو اذیت کنی. ها، حتی این عمارت رو به نام اون دختر میزنم. نمیتونی. اگه اینجوری ادامه بدی از ارث محرومت میکنم. محرومم کن، منو از ارثت محروم کن. مامانم سالها ازت عشق و علاقه گدایی کرد، به خاطر بیمهری تو دق کرد و مرد. کی میخواست حساب اونایی که از من گرفتی و پس بده؟ کی قراره چیزایی که از من گرفتی و تلافی بکنه ها؟ همه ی شب ما رو به صف کردی، از انجیل عذرخواهی کردیم. آره، پس کی قراره از من عذرخواهی کنه؟ کی قراره که با خودت روبرو بشی ها؟ تو کی میخوای کارایی که در حقمون کردی و اعتراف کنی؟ بابا واقعا برات متاسفم. فلیس، وقتی بهش فکر میکنم فشارم میره بالا. چرا به من زنگ نمیزنی؟ چرا به هم خبر نمیدی؟ یه ساعته به خودت نیومدی مامان، چیکار کنم؟ وسط بیمارستان توی اون علم شنگه با تو هم کلنجار برم؟ حالا چیزی خوردی؟ پسرم، توی هر چیزی که میشه و نمیشه یه خیری هست. پس چرا نمیشه مامان؟ چرا دوستم نداره؟ قبلن ها از دست انجیلا عصبی می شدم، می گفتم کی اونو دوست داره، ولی الان نمیتونم از دست اون عصبی بشم. عقل و فکرش سر جاش نیست، مفلوک و هیچ کسی دوست نداشته. به اندازه ناز خوششانس نبوده. آخه کدوم شانس مامان؟ کدوم شانس؟ ناز خوششانس نیست، همه تو اون خونه یه جور دیگه تنهان. تنهان؟ معلومه دیگه، اگه با آدم ها اینجوری رفتار بکنن تنها میمونن. فلیس، همه به حد کافی مضطرب هستن، تو هم تحت فشار میذاریشون از ارث محروم میشی. خب بشم چه فرقی میکنه ها؟ یعنی چی؟ نازم محروم میشه آخه. نمیتونه این کارو بکنه، فهمیدی؟ فهمیدی چی گفتم ها؟ عجب، چی کار میکنی؟ چه میدونم عزت، چه میدونم تحت فشارم نظر، لطفاً بسته دیگه ای بابا. فلیس، زندگیم، دلت میخواد یکم اینجا بمونم و اوضاع رو یکم آروم تر کنم؟ بابا تو میشناسی عصبی که بشه متوجه حرفایی که میزنه نیست. یعنی چی این حرفا؟ تو چرا میخوای تنها بذاری؟ ما با هم دیگه میریم، زود بریم اونم تنها بمونه، ببینیم چه کارایی میتونه بکنه. خیلی خوب، باشه عزیزم، باشه، آروم باش. باشه عزیزم، عزت، زود باش، از اینجا بریم. خوبی؟ آره خوبه. بذار زخم تو ببینم. چیزی نیست. چی شده؟ خون ریزی کرده مته، گفتم باید بیشتر تو بیمارستان بمونی ولی گوش نکردی. چیزی نشده ای بابا. یعنی چی؟ مگه زمین خوردی زانو زخم شده؟ این زخم گلوله است مته، ممکنه عفونت کنه. باشه فهمیدیم رامبویی، ولی ما پرستار نیستیم. چرا قیافه میگیری؟ چی کار میکنی؟ میرم مامانتو صدا کنم. باشه، اگه لازم بود میریم بیمارستان، پانسمونو عوض میکنیم. باشه؟ آفرین، اینطوری حرف گوش کن باش. بیا تو. یکی هم برای خودت درست کردی؟ برای تو هم آوردم، گفتم حواس میکنی. ای جوانم، عزیز دلم، با وجود همه چی بازم به فکر منی؟ خیلی خوشمزه شده. نوشی جون، بلا بدور، ایشالا زودتر خوب بشین.
میدونی دیشب اینجلا خودشو به خاطر تو کشت. کم مونده بود ناراحتی خودم رو فراموش کنم و اونو تسلی بدم. حتی فکر کنم دکتر اولش فکر کرد که اون زنته. ناز به خاطر من اینجوری شد. معلومه که ترسیدم، حس بدی گرفتم. آره خب، وقتی که زن حاملش رو ول کرده سپر تو شده، معلومه که حس عجیبی میگیری. یعنی چی؟ چیزی نگفتم. چرا اتفاقا گفتی؟ منظوری داری؟ نه منظوری ندارم، چیزی که شده رو میگم. دقیقا اینطوری شد، خوبم شد چون اینجلا زیر سایه تو زنده مونده. نمیفهمم، میخوای قضیه رو مرور کنیم. تو جلوی لوله تفنگ بودی، منم تو رو هل دادم و در نتیجه مقابل اینجلا قرار گرفتم و گلوله خوردم. متوجه نمیشم چی داری میگی. چیزی نمیگم. نه، از وقتی که به هوش اومدم داری یه چیزایی میگی. با هزیون اینجلا به هوش اومدی، منم ذهنم درگیر شد. اینجیک اگه تو بودی حساس نمی شدی؟ قبل از بیهوش شدن منو دید، طبیعی شوکه شده باشه. اینجلا سب کن، خودتو خسته نکن. اعتراف کنیم تموم بشه بره، دیگه حوصله‌ام سر رفته. چون عاشق اینجلا شدم جلوش پریدم، خواستم که ازش محافظت کنم. واسه همین از وقتی که به هوش اومدم همش دارم اسم اینجلا رو میارم. حله. من همچین چیزی نگفتم. اگه اشتباه نکنم تو قبل از من جلوی اینجلا پریدی، چیزی از قلم انداختم. خب به این میگن واکنش. من جفتتون رو نجات دادم. نمیدونم الان دارم قضاوت میشم یا تشویق. با اجازتون بهتره که من دیگه برم. اینجلا، سوی تفاهم شده، برای تو هم درست کنم؟ نه نمیخوام، اگه میخواستم درست میکنم. سب کن، زود درست میکنم و میارم. حالا هوامونم عوض میشه. مهدی. چیه؟ آروم باش. اوف، ای کاش زنگ میزدیم حداقل به بابام خبر میدادیم. بذار فیلیس هرچی دلش میخواد بگه. هر اتفاقی اینجا افتاده همینجا دفنش میکنیم، اونجا کشیدنش. اگه میشه خانم بدو بدو رفتن. خودت گفتی که بره. خواهش میکنم اونجوری نگاه نکن بابا، خودت گفتی بره. تازه تقصیر ما چیه؟ تلافی همه چیه سر ما در میاری. بهری اعصابمو خورد نکن، کارای فیلیس یکی دوتا نیست که به عثمان چرا زنگ زده. همتون شنیدین که چی گفت. شاید فیلیز عثمانو علیه اینجلا تحریک کرده. بابا چی داری میگی؟ این فکرا دیگه چی آخه؟ حتی این حد نه دیگه. بهری میدونی که چی بهم گفتی؟ عزیزم خودت دیدی، گفت نمیدونم زنگ زده یا نه. بابا مگه فیلیز همچین کاری میکنه؟ به من اگه بود میگفتم این کارا رو هم نمیکرد. ولی تو گذشته مادرت زیا و جمیله چه چیزایی که بهم نگفتن. من تو این خونه دیگه به حرف کسی اعتماد ندارم، فهمیدین؟ میرم پیش عثمان ببینم اون چی میگه. کنجکاوم بدونم این همه جرأت رو از کجا آورده که خواسته قصد جون نوه‌مو بکنه. منم باهات میام. دیگه شور این کار در اومده. ببین بهری، درست جلو بابات از فیلیس دفاع کردم، ولی نسبت به خودم این کارو نمیکنم. خب حقم داره، هنوز هیچی نشده، خونه از دست رفت. داری چی کار میکنی؟ آی زهره ترکم کردی مامان گلتن، چرا یواشکی داری میای؟ فالگوش وایستدی؟ بیا اینجا. مته چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ خیلی ترسیدم. چیه خب؟ نمیبینی دیگه، چی کار کنه؟ حق داری، من دیروز سعی کردم پنهون کنم ولی خیلی گریه کردم و خیلی ناراحت شدم مته. خیلی طبیعیه، کم مونده بود بمیرم. انگار حسابی جرأت گرفتی. آره، فکر کنم مرگ با رادار یادم بازی میکنه، همه چی واضح تر میشه. خسته شدم از این مخفی کاری. نگو، به زبون نیار، دلم کن. میتی چی کار میکنی؟
دختر جای مسکنه. کم مونده بود که بمیرم. باشه حالا. اگه سرمو بذارم رو سینه تو بخوابم، هیچی از این زخم نمیمونه، حتی جاشم نمیمونه. باشه، تو انگار آروم نمیگیری، من میرم. عصب کن، من که چیزی نگفتم. بمون بی صدا تماشات میکنه. کی پیش مته هست؟ جمیله؟ آره؟ کسی نیست، کسی نیست، مته خوابیده. آقا جمیل پایینن. آقا صداش نکن، بابا، بابا. به شوهرت توجه نکن، شوهرتو مثل خودت بکن. مته هم همیشه میگه جمیل، جمیل، جمیل. شاید به حرف تو گوش بده، بابا صداش بزنه. اینطوری نمیشه خدایا. چی؟ باید یه فرمول جدید پیدا کنم، ولی تو این خونه سخته. آره، ولی بازم خوبه که تو این خونه هست. خیلی حس خوبیه، جمیل خونه است. آره قطعا همینطوره. جمیل خونه است، جمیل خونه است. خوابیده؟ فقط تو رو کم داشتیم. میخوای همینجوری منو تماشا کنی؟ چطور پسر؟ خوبم، بهترم. خیلی خیلی خوبه، قهرمان خونه واده. باید پانسمانت عوض بشه. نه ناز، من انجامش میدم عزیزم. نمیشه، من دختر مامانم هم نمیتونم. انجلا از بس از تو مراقبت کرده یه پا پرستار شده. نمیشه، عفونت میگیره، همه با هم میریم بیمارستان، حالا هوامونم عوض میشه. بیمارستان؟ نمیتونم گزارش اینو به من بدم، خودت بهش زنگ بزن. نه بشه. نمیخواد، راست میگه، من و اوزان و ممتاز بعدن میریم. نمیشه. برای چی؟ میگم ولی عصبی نشو. برای چی؟ خب دل قدیر رو به دست بیاریم. کمکم میکنه انجلا؟ چه کمکی؟ من زنگ زدم جواب نمیده. دیروز خیلی بهش زنگ زدم، اگه اینجلا زنگ بزنه جواب میده. ببخشیدا، میخوای تو این وضعیتم گولش بزنیم؟ میخوای با این چیزا کلنجار برم؟ میریم کافی یه چیزایی بخوریم، کافیه میتی. ناز، بهتره که تنهایی باهاش حرف بزنم، نتونستم ازش معذرت خواهی کنم. برای چی؟ دیروز منم نتونستم حرف بزنم، معذرت خواهی کنم، من ازش عذرخواهی میکنم. یه دست صدا نداره، یالا. پس میخوای پشت سر هم فقط اشتباه کنیم؟ نمیشه. چرا میشه؟ خوبم میشه. بگذاری. پسرم عزیزم، اول بریم عیادت بیمار، بعدش کم کم از اینجا بریم. باشه، تو هم یکم خودتو جمع و جور کن. مامان آخه من دزدی چی کار کنم؟ این همه کار اینجا جور کردیم. پسرم ماجرای اینا تمومی نداره، بعد از این همه انتظار عمری برات نمیمونه. یکمی فکر کن پسرم. ای اگه اون گلوله به تو میخورد من چی کار میکردم؟ حالا که نخورد. پسرم فقط این نیست، داری قصه میخوری. تا کی قراره گوشه یه هتل بشینیم؟ من که بهت گفتم بذار یه خونه خوب اجاره کنیم، تو حتی اجازه اون کارم به هم ندادی مامان. من دارم از چی حرف میزنم؟ بعد تو داری چی میگی؟ وای خدای من، خدای من. مامان جون برگردم دزجه که چی کار کنم؟ پسرم اینجا میخوای چی کار کنی؟ پسرم اینجا فقط قصه میخوری. پسری که مثل بلبل چه چه میزد و به این روز انداختن. نه نه، این شهر و نه این خانواده به ما نساختن، نساختن. پسرم ببین، به عنوان یه مادر نصیحت میکنم، اگه یه دری به روت باز نمیشه تحت فشارش نذار، وگرنه اتفاقات بدی برات میفته. شاید خدا داره امتحانت میکنه، برا همون همش تو رو تو همچین شرایطی قرار میده. ها عزیز دلم، مگه از کنار جوب پیدات کردم؟ ها؟ باشه مامان، بذار یکم فکر کنم، یکم به خودم بیام. پس یالا پاشو،
مامان تو ببر به یه گردش، بریم با هم کیک بخوریم. آه چرا منو اینجا گرفتار کردی؟ حوصله‌ام سر رفته، همسایه‌ام نداری، گربه‌ام ندارم. سلام اینجیلا. قدیر ترسیدم جواب ندی، ممنون که برداشتی. نه این چه حرفیه، همیشه جواب میدم. حال مته چطوره؟ حال مته هم خوبه، بهتر شده، ممنون. مامانم میگفت برای عیادت بیاد دیدنتون، نظر چیه؟ ما قراره برای پانسمان بریم بیمارستان، موقع برگشت بهت خبر میدم. دعوتش کن، دعوتش کن. آره قدیر، به خاطر چیز بهت زنگ زدم. دیروز توی اون علمشنگه نشد که حرف بزنیم، نشد ازت عذرخواهی کنم. میشه ببینمت؟ تو که گفتی دارین میرین بیمارستان؟ بعد از بیمارستان. اون کافه‌ای که همیشه میریم نزدیک بیمارستانه. خیلی خوشحال میشم اگه بیای اونجا. باشه، خب هر وقت و هر جا که تو بخوای. باشه پس، خیلی ازت ممنونم، میبینمت. عالیه، خیلی خوب شد، ممنونم، ممنون. اینجوری نمیشه، با این کار تو عمل انجام شده قرار دادمش. عصبی میشه، ناز چرا نمیفهمی؟ میشناسیش؟ از کجا میخوای بشناسی؟ ها؟ از کجا میشناسی؟ مثلا بار آخر باش چی کار کردی؟ اینجلا یه چیزی ازت خواستم، اصلا برا من ارزش قائل نیستی. چه ربطی داره؟ اون به خاطر تو با ما قهر کرده ناز. باشه خب آرومش میکنم، نگران نباش، بسپر به من، حلش میکنم، حلش میکنه ایشالله. شیرینی چی میخوای؟ واه 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 واه، اداها رو ببین. خب بگو چی میخوای؟ من قول میدم که مهمونت کنم ماما. پسرم باز که سر ذوق اومدی، مگه نگفتی این دختر دلتو شکسته؟ مامان جون، این دختر همیشه نسبت به من صادق بوده، فرصت شناخت منم براش پیش نیومده. تو منو به حال خودم بذار، ببینم چی کار میتونم بکنم، بذار یه کارایی بکنم. اگه نشد یهو قطع ارتباط میکنم، بهت قول میدم که یهو قطع ارتباط کنم، چطوره؟ خب چطور شدم؟ خوبه. خوش اومدین، خوش اومدین. خیلی ممنون. خوش اومدین. چرا سر پایی؟ دکتر نگفت که زمین گیر بشم. اینا چی هستن؟ عزیزم چطوری، خوبی؟ حالت خوبه؟ خوبم بابا. اخلاقتو میدونم، خونه آروم و قرار نداشتم، گفتم اگه شما مجازه بدین تا وقتی که دکتر گفت شرایط نرماله و خطری نیست بیام از دخترم مراقبت کنم، اگه مشکلی وجود نداره. چه اجازه ای عزیزم، البته که میتونین بمون. آره بابا، خونه خودته، اینجا دیگه هتل کار و اصلان شده. چیزه، اتاقی که به اینجیلا دادیم میدونید که دیگه بر نمی کرده. اگه از نظر شما مشکلی نداشته باشه بفرمایین اونجا. فهری از بس تو جاهای نامناسب مهمان نوازی کرده، انگار یکم خسته شده. من کمک کنم وسایلتون رو ببرم. ناز جون تو خودتو خسته نکن، بذار من کمک میکنم. نه 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 نه، ما اصلا خستش نمی کنیم، شما زحمت نکشین، خودمون حلش میکنیم. ممنون. چی شده؟ هیچی. یه چیزی شده، خوب میشناسم. نه دخترم چیزی نیست، نگران نباش. این دیگه چه وضعشه؟ چرا؟ تو که بیشتر مواقع با اینجور مسائل مشکلی نداشتی؟ ما داریم از فیلیس حرف میزنیم عزیزم، زن رسمن بالون استرسه، اگه بخواد این ریسک تا زمان زایمان طول بکشه شبیه جمعیت ازدحام مترو باید با هم زندگی کنیم عزیزم. این که خیلی خوبه، تو هم عادت داری. خوبه که عادت داری، من که اصلا سوار مترو نشدم. ظریفه، کیه؟ منم اومدم. وایسا، کفشات.
بفرما لطفا. حالت خوبه؟ خوب خوابیدی؟ خیلی وقتی اینجوری خوب نخوابیده بودم به خدا. با خانوادم زیر یه سقف بودن حالمو خوب کرد. خوشحال شدم. گلتن، میدونم که مستحقش نیستم، ولی ازت ممنونم که هنوزم داری به خاطر من میجنگی. خب تو بابای پسرمی. فقط همین گلتن؟ کافی نیست؟ نه نیست. دلم خیلی برای تو تنگ شده. سالها به عنوان یه مرد پشیمون و تنها به خدا پیر شدم. درسته خودمو توی اتاق زندونی نکردم، قبول دارم، ولی باور کن حتی به اندازه این اتاقم زندگی نداشتم. تو حداقل پسرمونو داشتی پیشت، نه؟ من تک و تنها موندم. میدونم همه چی تقصیر منه، حماقت کردم، ولی اگه اجازه بدی بعد این هیچی مثل سابق نمیشه. تو که قراره بری، پس چرا اینا رو داری به هم میگی؟ بخوای میمونم. خواهش میکنم بگو که بمونم. همش یه بیمارستانه، چرا گیر دادی که بری بیمارستان؟ ها بگو. مامان اینطوری که نمیشه، نمیتونم 24 ساعتی بخوابم. حرفای دکتره که یادت نرفته نه؟ برای المپیاد که آماده نمیشم، با ماشین میرم و میام، حتی اگه شد داخل بیمارستانم نمیرم. باز میگه ماشین دخترم، همین سرعتگیری خیابونم خطر داره ها. بابا بس دیگه، درسته با پدر بزرگم به اختلاف خوردی، ولی دیگه با من در نیافت. ای بابا، چه ربطی به بابا بزرگت داره؟ من به خاطر تو اومدم اینجا. مامان مگه تو نبودی که میگفتی شوهر تو به حال خودش رها نکن؟ آره گفتم. تو بری، من اینجا تنها با فهری چیکار کنم؟ نمیدونم. برو وسایلتو بذار تو اتاقت. بابا بام برو بیرون بگرد. همه دور سرم پروانه شدن. اوزانم که مأمور کردی، دیگه برای چی اینجوری میکنی؟ اوه تو هم بیرونم کن، راحت بشی. منظور چیه که گفتی تو هم؟ چیز فهری وقتی برا موندن اتاق انجیلا رو پیشنهاد داد، جوری بود که انگار بیرونمون میکنه. منظورم همینه. مامان ببین، هر چقدر که خواستی بمون، فقط تحت فشارم نذار، راحتم بذار، یکم میرم هواخوری، همین لطفا. باشه، مراقب خودت باش، حرفای دکترم فراموش نکن ناس. باشه باشه. خجالت نمیکشی؟ با چه روی اومدی اینجا؟ عثمان اگه منو میکشتی هیچی بهت نمیگفتم. هر بلایی که سر من آوردی حقم بود، ولی تو از جونه یه بچه یه بیگناه چی میخواستی آخه؟ کی میاد قصد جونه نوه خودشو کنه؟ اون نوه من نیست عفیفه. جهان کیو پدر خودش میدونست؟ از کی سراغ امانتاشو میگیره؟ اون پسر تو بود، اون تو رو بابا صدا کرد. زن چطور با من این کارا کردی؟ عثمان میدونه بیشتر از چی حرست میگیره؟ تو خبر داشتی. اگه من میدونستم. الان که بهش فکر میکنم میبینم که دونستنش برات سودی نداشت. اصلا نپرسیدی این زن چرا کاره به اون خوبی و خانوادشو ول کرد، دنبال یه مردی که اصلا نمیشناخت را افتاد اومد تا اینجا. این مرد چرا به هم باغ و باغچه داد؟ پسرتو دوست داشتی، منو نادیده گرفتی. آدم میتونه جگرگوشه خودشو، پسرشو به امان خدا رها کنه، بندازه بیرون تو انداختی، بعدش عذاب وجدان گرفتی، سوء استفاده کردی، نتونستی تلافیشو سر خودت خالی کنی، نتونستی سر من خالی کنی، زورت به اون بچه رسید.
خدا لعنتم کنه که از شدت درد و عذابم کور شدم و هیچیو ندیدم. چی داری میگی؟ ها؟ چی میگی بی حیا؟ ها؟ نمیدونم من میدونستم و فلان شده این حرفا. من به خاطر تو همه عمرم منت زیارو کشیدم زنی که اون شب رفته بودم اونو بکشم، ولی اون نوه من حوست مثل کاری که تو الان میکنی پارس کرد و تحریکم کرد، اسلحه رو سمتون گرفته. تو همینی دیگه، در همین حدی. هر جا کم بیاری توهین میکنی. میذاشتی به پای این همه سال و سکوتی که مقابلت کرد، آخه بلایی نمون که سر اون دختر نیاری. فکر میکردم با یه آدم پشیمون روبرو میشم. من توقع داشتم با کسی روبرو بشم که عین سگ از اشتباهش پشیمونه. اما خودتو ببین، لیاقتشو ندارین، نه تو، نه کنزیا، نه اون بچه بیرگ و ریشه. مستحق نفس کشیدن نیستین به خدا. تو با این بیشور اومدی اینجا؟ زیا برای چی اومدی؟ تفتو خان بودن و مرد بودنت بی شرف احمد. متاسفم برای خودم که برات ارزش قائل بودم. زندگیمو خراب کردین بی حیاهای بی حیثیت. عفیفه میشه لحظه بری بیرون؟ تو برو زیا. عفیفه میشه لطفا بری بیرون؟ ما حرفای مردونه داریم اینجا. چرا داد میزنی ها؟ چرا داد میزنی؟ منم از این مسئله بیخبر بودم. میدونی اگه میدونستم چی میشد؟ چی میشد؟ باز گولم میزدی؟ تو میشدی هیچی. عفیفه انقدر زن اصیلی هست که تو تموم عمرت حتی نمیتونی گرد پاشم بشی. زیر سایه اون مال و اموال به دست آوردی، تشکیل زندگی دادی، صاحب بچه شدی، اون همیشه کنارت مون. ولی تو همه این زحمت‌ها رو یک باره نیست و نابود کردی. اگه این بلاهایی که سر من اومده رو زنت سر خودت می آورد، باز انقدر راحت بودی آقا زیا؟ ها؟ غلطی نمونده که نکرده باشین. اومدی حرفم میزنی پیش من؟ گم شو احمق. وقتی به نوه من شلیک کردی، این شانس رو از من گرفتی. آخه چطور میتونی روی دختر بچه اسلحه بکشی؟ اومده بودم که تو رو بکشم بی شعور، ولی باز میکشمت. یه روزی حتما میبینی. خب مستقیم اومدی سراغ خودم؟ مستقیم اومدی سراغ من؟ چرا با خودت میگشتی؟ چطور میتونی رو خونواده من اسلحه بکشی؟ من درک نمیکنم. دیگه همه شانسات از دست رفت، ولی به حرمت اون زن و انجیلای شانس دیگه بهت میدم. میری پیش وکیل من، همه اینا رو امضا میزنی و طلاق میگیری. بعدش هم از اینجا گم میشی میری. دیگه با منم روبرو نمیشی. وگرنه چی؟ وگرنه همینجا خاکت میکنم عثمان. مرده یا زنده نمیتونی از اینجا بری بیرون. برای همین تا هنوز وقت داری برو، به زندگیت ادامه بده. آروم باش. میبینیم کی کیو خاک میکنه زیا. میبینی؟ من که گفتم نیا زیا. منم بهت گفته بودم بدون من اینجا نیا. با این روانی میخواستی چیو حل کنی؟ الان که بدتر میشه. من میشناسمش، حتی نتونستم بگم میخوام طلاق بگیرم. من اون مسئله رو حل کردم. چی؟ نمیفهمم چطور. باش حرف زدم، حل شد دیگه، تمام شد و رفت. زیا ببین، بلایی سرش نیاری. عفیفه من نمیخوام بلایی سرش بیارم، فقط میخوام مانع بشم که اون بلایی سر تو نیاره. متا وقتی دکتر ما رو شبیه چهار تفنگ داردی تعجب کرد. یعنی شانس آوردی ما بودیم. خدا سلامتی بده. ممنون داداش. دیروز هم همچین تیمی شدیم. همه جلوی همدیگه پریدن. یکی برای همه، همه برای یکی. اون یه نفرم اینجلا شد. بس دیگه، خجالتش نده. شوخی کردم.
بعد داروخونه بریم خونه. من یکم استراحت کنم. با قدیر قرار داریم، یادت رفته؟ نه یادم نرفته، همونو میگم. متوجه نمیشم چرا یهو آوردی تو برنامه. مته بعدی دیشب نمیتونم سوی تفاهماتو هضم کنم. بذار حرف بزنم و آروم بشم. هی بابا، دیوونه شدم به خود. دوباره داری چی کار میکنی؟ بذار تنهاشون بذارم ببینم چی به هم میگن، آروم میشم. آی خدای من. کدوم ور باید بریم؟ 100 متری برین جلو، خوب از بلوک روبروی داخل میدیم. ممنون. خیلی ممنون. ایونی که واقعا اسمانو تحریک کرده فلیز باشه، اون وقت چیکار کنیم؟ همچین کاری نکرده. آروم باش دیگه. باز داری خودتو عذاب میدی. به نظرم بعد کافی مجازات سنگینی به فلیز دادی. مگه حقش نبود؟ چرا خوب بود؟ ولی اون مسبب این وضعیت نیست. طرف حسابای اصلی این خشمت، پدرت و مادرت و بابام عفیفن. چرا هر بار بحثو به عفیفه میکشی بلگی؟ من فقط چیزی که اتفاق افتاده رو میگم. تو چرا هر دفعه که اسم عفیفه رو میارم انقدر ناراحت میشی؟ میگم واکنشی که به فلیز نشون دادی و نسبت به عفیفه نشون ندادی، همینقدر. اگه آزاد بشه باز میتونه حمله کنه. نه بابا، هیچ کاری نمیتونه بکنه. به این چیزا فکر نکن. یا بریم یه ناهاری بخوریم. من باید یه جایی برا موندن پیدا کنم. خونه ما میمونی دیگه. نه، برای چی بمونم؟ چون که من نمیتونم اجازه بدم تنهایی بری تو هتل بمونی. هتل که نه، ولی یه خونه کوچیک اجاره میکنم، یه کاریش میکنم. خب اونم من حل میکنم. نه نمیشه، ممنون. دیگه میتونم از پس خودم بر بیام. عفیفه تو چرا اینقدر لجبازی؟ منم کم لجباز نیستم، من ولت نمی کنم. عفیفه شما اینجا چی کار میکنین؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ به تو چه؟ تو نباید اینجا باشی، فهمیدی؟ عفیفه بیا بریم. زیا اونو که اضافه است تویی، عفیفه رو راحت بذار. عاطف سعی داشت به هم کمک کنه. چطور میتونی از این مرد کمک بگیری؟ زندگی تو خراب کرده. صدا تو بیار پایین. هر جور دلم بخواد حرف میزنم. به تو چه زیا؟ به تو چه؟ اون مادر بزرگ نوه منه. تو کی باشی که بخوای بهش کمک کنی و توجه کنی؟ مخصوصا بعد از اون بلایی که سرش آوردی. تو وقتی نباید تو روی این آدم نگاه کنی چجوری بهش پناه میاری؟ زندگی خیلی خوب به هم یاد داد که به کسی پناه نبرم. عاطف نگران نباش. تو چجور مردی هستی ها؟ این زن جا بر موندن نداره. تو آخرین کسی هستی که باید بهش فکر کنی. بیا بلگین. تو میخوای عثمانو ببینی؟ نه، من با بابام برم به مته یه سری بزنم. یا بریم دخترم. خوش اومدین، بفرمایین چه کمکی میتونم؟ اینا لطف میکنی؟ البته. خاله جون، دارو آخر ماه تأمین میشه، اون موقع بیا بگیر. ولی دیروز تموم شد، نکنه به خاطر پیری گمش کردم. نمیدونم، ولی الان بخواین بگیرین باید پول بدین. چقدر میشه؟ 350 لیر. اوه پسرم خیلی زیاده. من تا آخر ماه هم به زور میرسونم، حالا چی کار کنم؟ تو الان بده ببرم، من آخر ماه بقیه پولشو برات میارم. این اصلا امکان نداره. میخواید سیستم رو مجددن چک کنید؟ گاهی وقتا خطا میده. خیلی خوب، الان چک میکنم. بله خاله، سیستم مشکل داشت، حل شد، خیلی ممنون. خدا تو رو فرستاد، دست درد نکنه دخترم، زنده باشی. نسخه شما آماده است، میشه 850 لیر. همه چی گرون شده، خدا کمکمون کنه. خوبی؟ آره خوبم. بازم شانس آوردی. چی میگی؟ گلوله خوردم. داروهاتو گرفتم. ممنونم.
این اواخر بوی همه چی رو حس میکنم چون حاملم. ماشاءالله بوهایی که نیستم رو حس میکنی؟ خوبی؟ آره خوبه. عشقم خیلی بند زدم، ببخشید میخواستم پا رو پا بندازم. مهم نیست. بگذاریم، شیر برنج تنوری اینجا خیلی خوشمزه است. چرا؟ من کی شیر برنج تنوری خوردم؟ هر بار که اینجا میایم همین جمله رو میگی، بیا شیر برنج تنوری بخوریم. چرا باید دسری که توش برنجه رو بخورم؟ من قهوه میخوام. نه نمیشه، امروز مهمون اینجیلا هستیم، مگه نه اینجیلا؟ البته چرا که نه. ببینید پولدار شده چه زود داوطلب میشه. به خدا زشته. چیه؟ شوخی نکنیم، مثل شما اینطوری جدی بشینیم، این همه جدیت واسه چیه؟ تو چی میخوری؟ چیزی نمیخورم، همون قهوه کافیه. میخواد مهمون کنه، ترسیده. والا من یه سفله میخورم، دل من براش نمیسوزه. پسردایی فقط خودم و خودت موندیم. سفله بخوریم. آره؟ همه شکلات دوست دارن. چطور؟ نظرت چیه؟ من میخوام سفله بخورم، چرا نمیذاری آخه؟ آره. اوزان بیا بریم دسرها رو ببینیم، کلی دسر دارن. من میخوام سفله بخورم. خب نمیشه، دسرهای اینجا خیلی زیاده، بیا بریم. یالا زود باش. دارم میگم میخوام سفله بخورم، چرا من اینجا میکشونی؟ بیا ببینم. ای خدا، دیوونه است. من که اتخابم گیر کرده بودم. چی کار میکنی دیگه؟ بذار بخورم آخه. بیا ببینم. های بابا، حالا چی میشد میشستیم؟